یکی از چیزایی که خیلی سوال میکنن در موردش مردم، دلشون میخواد جواب از گوگوش بگیرن، اینه که چرا گوگوش سیاسی نیست؟ در طول زندگیت ماجراها و بلندیها و پستیهای زیادی وجود داشته، داستانهای فراوانی داشتیم. فکر میکنی در زمینه مادری شکست خوردی؟ چگونه پس باقی موندی؟ از 3 سالگی که خوندم رو این صحنه بودم، 28 سال، یعنی 28 سالم بود وقتی دیگه نداشتم بخونم. ممنوع صدا و تصویر رو به خدا فقط نفس کشیدن اجازه داشتم. ولی خودتو کنترل کن. 28 سالم بود، بعد 21 سال نخوندم، ولی بعد از 21 سال طول کشید؟ 21 سال. با مردم چه کار کردی؟ تو مدت 21 سال که نمیخوندی ولی در ایران بودی، خب بیرون میرفتی، خرید میخواستی بکنی، کسی رو میخواستی ببینی، مردم میدیدنت. بیشتر اوقات یا خودم رو نشون نمیدادم یا نمیذاشتم دیده بشم، یا اینکه اگر دیده میشدم بعضیا واقعا محبتشون رو خالصانه ابراز میکردن، ولی کم رنگ شد. توی خیابون جردن، از این ور خیابون رفتم اون ور خیابون پیاده، از میوه فروشی میوه بخر. خریدی که کردم یه ذره سنگین شد برای اینکه برگردم این ور خیابون، چون وسطش هم اگه خاطر باشه جدول بود. نمیتونستم. گفتم خب جلوی یه ماشین رو میگیرم، ازش خواهش میکنم بره دور بزن، من اون بر پیاده. یه ماشین از این مدل پاترول، 2-3 تا جوان توش بودن و داشتن آهنگ فکر میکنم غریب آشنا رو گوش میکردن. همینجور که آهسته می اومدن، چون ترافیک هم بود، من دست بردم ازشون بخوام که نگه دارن منو ببرن برای خیابون. گفت برو کنار. این رد شد رفت. نشناخت. 100% نشناخت. از امریکا بعد از انقلاب چطور شد که تصمیم گرفتی برگردی؟ میدونستی چه چیزی منتظرته؟ گیره یه آدمایی افتاده بودم که اگر میموندم روزگار خوبی نمیداشتم. همسرم هماین مصداقی درگیر فری بیس و کوکائین بود و به تب منم درگیر شدم. یه نازنینی به نام ژاله خواجه نوری کمکم کرد، منو برد منزل خواهرش تو لانگ آیلند. یه 10-20 روزی اونجا موندم تا این کثافاتی که به تنم چسبیده بود از مواد خلاص بشم و همایون رو خلاص کنم. من از کوکائین و امریکا فرار کردم. همایون خیلی ترسیده بود، برای اینکه مادرش گفته بود تو پاشو بیا، گوگوشو گفتن
ساواکیه، تو بیاد صدمه نبینی ولش کن. ولی خب اون گوش نکرد حرف مادر. با من سوار هواپیما شو رفتیم انگلیس، لندن استاپ داشتیم که خیلی اصرار کرد که بمونیم لندن تا یه ذره اوضاع آروم بشه. نتونستم، گفتم تو بمون من میرم، و اون موند و من رفتم به ایران. اون موقع میگفتن، اوایل انقلاب میگفتن که شکنجه‌گر ساواک بودی. طالقانی، شکنجه‌گر طالقانی بودم. و با وجود این نترسیدی که بری تو فرودگاه بگیرنت؟ نه، چون خام بودم اولا، بعد فکر میکردم خب من که کاری نکردم. این که واقعیت نداره. به یه جایی رسیدم که دیدم ذره ذره دارم میمیرم. گفتم اگرم تو فرودگاه گرفتنم و کشتنم که یه جا تموم میشه، خورد خورد تموم نمیشه. ولی فرودگاه نگرفتنت؟ نه. ولی زندان رفتی؟ دو سال بعد بود. دو سال یعنی بعد. سال 59 بود. البته اگر مسعود فردمنش رئیس پاسدارای فرودگاه نبود، شاید یه اتفاق دیگه برای من میافتاد. و من نمیدونستم اون پشت نشسته و پاسپورت منو مهر زد. و گفتن برو تا مشکل پیش نیومده. و من فرستادن، خونم رو گرفته بودن، خونه رو میخواستن خوابگاه دانشجویان بکنن. من رفتم منزل مادرم. فرداش مسعود فردمنش با همون پاسداری که منو به اصطلاح گرفت و پاسپورتم رو برد داد به فردمنش، دوتایی اومدن منزل مادرم و تازه فهمیدم فردمنشه. تا اون روز نمیدونستم. فردمنش هم مثلا 8 ماه 9 ماه قبلش با من توی استودیو آشنا شدیم با هم. ترانه ما به هم نمیرسیم یه ترانه بود که شعرش رو گفته بود، آهنگش رو سولی ساخته بود. فردمنش دیگه یادم نبود تا اینکه اون روز که اومد خونه مادرم، متوجه شدم که اون بود که به دادم رسید. و بعدم نامه از طرف من برد به دادستان انقلاب داد و خونم رو پس گرفت. چطور شد که 2 سال طول کشید تا اومدن سراغت زندانت؟ یه اعلامیه توی روزنامه اطلاعات و کیهان چاپ شد، اسامی کسانی رو که خواسته بودن برن به اوین خودشون رو معرفی کنن، دادگاه انقلاب. چی نوشته بودن؟ گوگوش یا فائقه آتشین؟ فائقه آتشین. معروف به گوگوش. رفتیم اوین. من 4 جلسه بازجویی داشتم. جلسه اول 7-8-10 نفر بودیم. پوری بنایی دوست خوب من بود که حالا پوری بنایی هم یه فایل جدا داره برای من. جمال وفایی بود، بکی مانبردی بود، خیلی ها بودن، ناصر ملک مطیع بود، نوشافرین بود، فردینم بود، فردین بود. ما همه بازجویی کتبی میدادیم، یعنی می نوشتن سوالا رو، ما باید دونه دونه جواب میدادیم. موقع ورودم هم پوری وقتی منو دید بلند شد اومد بغلم کرد، بغل کردیم هم دیگر رو، که خیلی حالمون بد بود. آخوندی که پشت میز ما رو داشت بازجویی میکرد با لحن خیلی بدی گفت او مگه اینجا طبیله است؟ پوری خیلی از این حرف ناراحت شد و به گریه افتاد و رفت بیرون، رفت بیرون، گریه هاشو کرد و اومد نشست.
یه جام ناصر ملک موتی گفت حاج آقا این چه سوالی از من دارین میپرسین؟ من چه جوابی باید به این سوال بدم؟ حالا معلوم نمیدونستیم سوال، هیچکی نمیدونست چه سوالایی ازش میشه چه جواب. که آخونده برگشت گفتش که هرچی که باید بنویسی بنویسی. گفت شما جوری دارید با من حرف میزنین انگار من قتل کردم. گفت همچنین کمتر از قتلم نکردی. ناصر برگشت گفت حاج آقا من برای فیلم برداری تو هر محله رفتم برام گوسفند قربونی میکردن. من کار بدی نکردم. به جایی رسید که اجازه گرفت گفت من برم بیرون و بیام، که ناصرم رفت بیرون خالی کرد خودش رو برگشت. این جلسه اول بود. جلسه دوم یه آقای دیگه ما رو بازجویی میکرد، یه آقایی که مطربی بلد بود حرف بزنه و با من مطربی شروع کرد حرف زدن و منم چون از بچگی یاد گرفته بودم زبون مطربی رو، از من پرسید که بابات چطوره؟ گفتم خوبه. گفت هنوز مشروب میخوره؟ گفتم نه فکر نمی کنم. فهمیدم که خب این یا تو لاله‌زار بزرگ شده یا پایین شکوفه نو یه جاهای اون ورا، ولی خیلی محترمانه تر رفتار میکرد با نسبت به اون آخوند. دفعه آخر این بازجوی ما که اسمش آقای تهرانی بود، علی تهرانی، گفت هرچی نوار تو خونه داری ضبط شده برای ما بیار. جلسه چهارم من چقدر متاسفم که این کارو کردم. هرچی نوار ریل داشتم که نوار مادر از کاست و نوار مادر هرچی بود ریختم، از ترسم که نریزن توی خونه اینا رو ببرن خودم بردم. چه نوارایم تو ریلا داشتم، صدای واروژ رو داشتم، تمام آهنگایی که برای من میخوند برام میفرستاد که تمرین کنم. جلسه چهارم بردم اینا رو دادم و اون کاغذ رو از من خواستن امضا کنم که امضا کردم، گفتم تمام شد. شب دیدم آقای تهرانی زنگ زد منزل که خانم این آهنگ ساحل و دریا که تو اینا نیست. گفتم شما ساحل و دریا رو میخواین؟ گفتم خانومم خیلی اینو دوست داره. یعنی انگار آب یخ ریختن سرم. چند ماه بعد شنیدم که شبونه اسلحه رو زدن و کشتنش. آبا این تموم شد تا اول مهر یا 31 شهریور 59 که فرودگاه مهرآباد زدن و خاموشی شد، آژیر میکشیدن. من رفتم خونه مادرم چون مادرم میترسید از صدای آژیر و اینا و خاموشی ها، گفتم پیشش بمونم. یک هفته نگذشته بود از شروع جنگ که نگهبان خونمون به من زنگ زد که از کمیته اومدن یه نامه آوردن که بدم به شما. گفتم من که نمیتونم بیام الان، مادرم تنهاست. نامه چیه؟ گفت یه نامه است، گفتن که باید بیاین اداره منکرات. گفتم مرسی منصور خان، خدافظی کردم. دو ساعت بعدش دوباره زنگ زد، گفت دوباره اومدن، بهش بگو اگر نیاد هر جا ببینیم حکم تیر داره. من دیدم ماجرات
جنایی شد. با داییم و کامبیز که اون موقع 11 سالش بود رفتم اداره منکرات، دیدم اون پرونده‌ای که تو اوین از من بازجویی کردن روی میز بازجوه. نشستم و چیه گفتن که این پرونده تکمیل نیست، باید تکمیل بشه. داییم برگشت گفتش که خب آقای افشون اگه امری نیست ما مرخص شیم. گفت شما میتونیم مرخص شیم، ایشون میمونه. برای چی من باید بمونم؟ گفت تا این پرونده تکمیل نشه ایشون اینجاست. یعنی بازداشت. گفتم آقا من پس اون کاغذی که امضا کردم تعهد دادم پس چیه ماجراش؟ گفت نه اونا نمیدونستن، یه سری سوالات هست باید از شما بشه. کجا بودیم ما؟ منزل آقای مصباح‌زاده. دکتر مصباح‌زاده صاحب؟ دکتر مصباح‌زاده. امتیاز کیهان. من توی اون خونه تولد دخترشون برنامه اجرا کرده بودم. حالا تو این زمان زندانی شده بودم. زندانی شدم. چقدر طول کشید؟ یک ماه 27 روز در واقع. اذیت شده خیلی؟ اذیت جسمی نه، اذیت روحی روانی بود که همینجور مثلا ساعت 10 شب منو میبردن بازجویی، یا این پاسدارهایی که میومدن میرفتن، متلکهایی که میگفتن. خاطرهای جالبی هم اونجا دارم. یکی از روزا وقتی که درها رو وا میکردن، درهای نردهی درست کرده بودن که اینا رو وا میکردن ما بتونیم تو همین راه روی کوچولو تو زیر زمین قدم بزنیم، میرفتم برای این آواز میخوندم. زندانبانمون یواشکی میومد میشست اینجوری گوش میداد. روزای عجیب غریبی بود. اون وقت اونجا تعهد دادی که دیگه خوانندگی نکنی؟ اصلا دیگه نه کاغذی ازم خواستن امضا کنم. چجوری نه پس چجوری راحت یه روز به هم گفتن برو همین؟ گفتم بدون هیچ توضیحی؟ نه حکمی دادین که چرا منو گرفتین، چرا من نگه داشتین، و نه حکمی که دارین منو آزادم میکنین. با اون روحیه که این چیزا رو دیدی از زندان ها برگشتی، حالا به هر دلیلی که آزادت کردن اومدی، اون موقع تصمیم گرفتی که دیگه هیچ کار هنری نکنی؟ نکنم. برای اینکه جوری بانمود شد. مرسی عزیزم. جوری به من تفهیم کردن که من کار اشتباه میکردم. گفتم چطور اگر کار اشتباه میکردم پس چرا اینقدر منو تشویق میکردن؟ چرا دست میزدن برام؟ چرا هورا میکشیدن برام؟ اگر کار اشتباه بود. من اون زمان به خیال خودم و از اون پیشینه‌ای که از خانواده پدری داشتم، نمازخون بودم، روزه می‌گرفتم، ماه‌های محرم و ماه رمضان سعی می‌کردم برنامه اجرا نکنم هیچ جا. یه ایمان و باوری داشتی؟ یه باوری داشتم. شکست. همه چی شکست. ولی 21 سال قطع رابطه با هنر، قطع رابطه با چیزی که عشقته، تمام سلولای بدنت باش ساخته شده، چه به سرت آورد این 21 سال سکوت؟ خیلیه. نمیدونم، شاید اگر اینجا میموندم امروز یه آدم دیگه بودم. امروز یه وضعیت دیگه ای داشتم. سیغل خوردی فکر میکنی؟ خیلی به این جنبش فکر میکنم. این کتاب خوندن ها تو این 21 سال، این در واقع ریاضت کشیدن ها بود دیگه. شبای اول جنگ میرفتم خونه سولی، خونش توی زیر زمین بود، آجیر میکشیدن و میزدن. ما فقط با قصه و حرص میخوندیم. یعنی تمام اون فشارهای روحی و روانیمونو
با صدامون، با خوندنمون، از حلقومتون میدونم، از حلقوممون سولی میساخت و من باهاش میخوندم. اونا جزو خاطره های خوب دوران جنگ منه. رابطه تو با هنر پس نگه داشتی به طور زیرزمینی؟ مثلا به طور زیرزمینی، ولی وقتی سولی رفت دیگه تموم شد، نداشتم تا زمانی که ناصر چشمازر اومد ایران. ناصر هم مثل اینکه اینجا جوش آورده بود. آره تو کاباره همون میامی مثل اینکه یه کوری به اون که اومد باز گهگاهی یه دوره همی داشتیم ولی نه به اون صورت که شبانه روز با سولی بودم. با سولی و گیتی همسرش. خواهم برگردیم به دوران بچگی، به دوران کودکی. برای خیلی از هم نسلای ما دوره متفاوتی بوده با بچگی های حالا. دوره که اگه خوش گذشته، اگه بد گذشته، اگه سخت بوده، الان چون ازش خیلی دوریم شاید به اون اندازه اذیتمون نکنه که موقعی که بچه بودیم. ولی خیلی از ما یه ضربه هایی تو زندگیمون خوردیم، مثلا خود من در دوران بچگی اذیت شدم از خیلی چیزا. گاهی اوقات فکر میکنم که کی میشه از دست اینا راحت شیم، بذاریمش کنار. اگه تو همین اتفاق افتاده، برگردی این بچگی، دوران کودکی که برای بسیاری از ما باور نکردنیه که چقدر زحمت کشیدی، چقدر زود شروع کردی، چقدر زود به کار افتادی که اونا رو پشت سر گذاشته باشی، باش آشتی کرده باشی و بگی این زندگی بوده که منو به اینجا رسونده که الان نشستم. گوگوشی که الان هست رو اون کارهایی که از 5 سالگی، 3 سالگی، 4 سالگی شروع کردم انجام داده. چی فکر میکنی موقع که به قدیم برمیگردی؟ اغلب بهش فکر میکنم. منم مثل خودت دوران خوبی نداشتم. از زمانی که پدر مادرم از هم جدا شدن، من و برادرم رو دست پدرم مونده بودیم. پدرم هم جایی نداشت. یادمه تو خیابون منوچهری یه کوچه پاساژی بود که عموی من اونجا با یه خانومی زندگی میکرد که پدر من ما رو برد گذاشت اونجا. یه دخمه بود در واقع، ولی خیلی زود کارش را افتاد و تونست ما رو از آب و گل در بیاره. اما دوران سخت زندگی من از زمانی شروع شد که پدرم با یک خانومی ازدواج کرد، 13 سال باش زندگی کرد و من 13 سال از دست این خانوم اذیت شدم. زن پدر؟ در همون دوران بچگی، خردسالی، موقعی که دیدی مادر رفت، از زندگیت بیرون رفت، چه احساسی نسبت بهش داشتی و همجور که جلو میای بزرگتر میشی، بعد آیا وجود داشت، حضور داشت مادر، به دیدنت میومد یا زن پدر از اونایی بود که نمیذاشت مادر رو ببینی؟ من تا سالها فکر میکردم مادرم مرده، یعنی عجب. به من اینجوری پدرم گفته بود، ولی از یه جایی به بعد فکر میکنم 5-6 سالم بود مادرم رو دیدم، ولی حال خوبی باهاش نداشتم. عصبانی بودی از دستش؟ فکر میکنم، برای اینکه تو عکس ها متوجه میشم. فرصت این رو پیدا کردی که با مادر صحبت بکنی و ببخشیش در واقع؟ بخشیدمش. البته من تا کلاس 6 ابتدایی تو مدرسه پیشرو اجازه نداشتم مادرم ببینم، ولی برادرمو چون رو دست پدرم و زن پدرم مونده بود میفرستادن پیش مادرم. ولی من چون نوناور بودم من باید میموندم تا 6 ابتدایی که دکتر جلالی مدیر اون مدرسه بود،
و دکتر روانشناسم بود. اون با من خیلی حرف میزد چون متوجه بود که من وضعیتم چجوریه، برنامه اجرا میکنم، شبا دیر میخوابم، صبح توی مدرسه کلاس اول میخوابم، اجازه میدادن بخوابم. یه روز که از در مدرسه اومدم بیرون، مادرم اون بر خیابون دیدم. فهمیدم که دکتر جلالی باش تماس گرفته و صداش کرده و مادرم تونست بیاد دم مدرسه منو ببینه، که اون روز خیلی وضع دراماتیکی بود چون هر دو گریه میکردیم، همدیگر رو بغل کرده بودیم. از اون به بعد گاهی میدیدمش توی تولدهایی که برام گرفتن، دعوتش میکردم میومد، ولی با ترس و لرز میومد. ولی از وقتی که ازدواج کردم، بچه دار شدم، مادرم بیشتر پیشم بود، حضور داشت، از پسرم نگهداری میکرد. موقعی که ازدواج کردی، یه پل بزنیم بریم به زمانی که ازدواج کردی و بچه دار شدی. هر کدوم از ما هر مشکلی، مسئلهی تو زندگیمون داشتیم، همش پیش خودمون گفتیم اگه یه روزی بشه که من در این موقعیت باشم، اون کاری رو که پدرم کرده، اون کاری رو که مادرم کرده نمی کنم. کامبیزو داشتی، یه پسر داشتی، عاشق بچه هم هستی، میدونم بچه خیلی دوست داری. آیا زمانی که جدا شدی از همسر اولت، فکر کردی که خب منم دارم همون کاری میکنم که مادرم با من کرد و من نباید بکنم، یا فکر کردی که برای کامبیز بهتره که این کارو بکنی؟ وضعیت من با مادرم فرق میکرد. من وقت این که با بچه‌م صرف کنم رو نداشتم، خیلی کم بود. یه وقتایی مجبور بودم بچه کوچیکو با خودم توی این کاباره ها و سفرها و اینا همراه خودم ببرم. همه ما یادمونه تصویرایی که از گوگوش با کامبیز کوچولو میذاشتن توی مجله ها، روزنامه ها، رو جلد بود، و این عشق مادرانه تو چشمات معلوم بود که به این بچه داری، و بعد همه خبر داشتیم، دنبال میکردیم زندگیتو. بعد گفتیم چی شد این دختری که خودش فراورده یک طلاقه، یعنی یه ازدواجی که به طلاق انجام میده، و بعدم زشت کشیده در این زمینه، چی شد که فکر بهتره برای خودش یا برای بچهش که این ازدواج ادامه پیدا نکنه؟ اگه به عقب برگردی فکر میکنی مثلا امکان این بود که به خاطر کامبیز بمونی تو اون زندگی؟ نمیتونست. فکر میکردم که نباشم هم برای بچه‌م بهتره هم برای من. خب بچه تو سن 5 سالگی متوجه این ماجرا نیست و جرایدم کمک به مشکل‌تر شدن اوضاع میکردم. کامبیز رو جلد گذاشته بودن، مادرت نیست، خیلی غمگینی. تصمیم گرفتم برای اینکه این بچه زیاد بیشتر اذیت نشه، چون اذیت میشد، مدام توی کابار میامه پلاس بود، معلوم نبود کی ازش نگهداری میکنه، تصمیم گرفتم بفرستمش سوئیس. رفت اونجا و تو مدرسه روزه، یکی از بهترین مدارس سوئیس، اونجا 2 سال اونجا بود، 1 سال خورده اونجا بود که انقلاب شد و دلم میخواست که جای بهتری باشه، جایی که من نبودم. ولی متاسفانه نشد. پدر خیلی نقش مهمی تو زندگی داشته همیشه. آیا اعتباری که از پروروندن تو از همون بچگی در هر حال برای اون منفعت داشته، برای او سود مالی داشته، برای او از نتایج کارتو استفاده میکرده، ولی این حضوری که از تو روی صحنه به وجود آورد از همون بچگی، فکر میکنی او تو رو ساخت، یا اگر که پدر هم نبود این هنر یا این استعدادی که داری یه روزی زمان خودش به زمانی که میرسید و درست بود شکفته میشد؟ پدر من هم تأثیر مثبت روی من داشته، هم تأثیر منفی. تأثیر مثبتش بیشتر بود. تأثیر منفیش این بود که پدر خوبی برای بچه‌هاش نبود، ولی
روحیه آرتیست داشت و فکر میکنم پدرم اگر نبود و من رو رو صحنه نمی برد، با خودش همراه نمی کرد، من امروز شاید یه روانشناس بودم، چون خیلی دلم میخواست که دانشگاه برم و رشته روانشناسی بخونم. تأثیرهای منفیش در اون دوره بعدها به نفعم تموم شد. به همین دلیل ازش متشکرم. خودش با من مهربون بود، ولی غافل بود از آزاری که از همسرش من میبینم. چرا تو ایران انقدر زن پدر، با وجود که خودش یه زنه، با وجود که خیلی از زن پدرها بچه دار میشن خودشون و این محبت و عشق به بچه رو حس میکنن، چرا انقدر بدجنس میشن بعضی موقع؟ البته من زیاد این زن رو بهش ایراد نمیگیرم، چون مادرش از بیمارستان روانی می آوردنش، دوباره می بردنش، مشکل روانی داشت. این زن با بچه های خودش هم با بچه های خودش هم همین کار میکرد. اینه که بخشیدمش. اونم بخشیدی؟ اونم بخشیدم. یه جوری داستانت زندگی مایکل جکسون، زندگی ادیت پیاف، زندگی سیندرلا رو یاد آدم میاره. خودت به کدومشون بیشتر همزاد پنداری میکنی؟ شاید 13-14 سالم بود. با پدرم اولین بار که اومدیم امریکا، من صفحات LP، صفحه های بزرگ مایکل جکسون که اون موقع جکسون 5 بودن، بهش کشش پیدا کردم و صفحه‌هاش رو خریدم. احساس نزدیکی میکردم بهش. اونم یه پدر خیلی سختی رو داشت. و گمان میکنم مایکل جکسون پدرش رو نبخشید هیچ وقت. شاید هم فرصت رو پیدا نکرد، چون خیلی جوان از بین رفت. ولی صحنه‌ای که همیشه برای من بعد از اینکه مصاحبه‌های تو رو میخوندم، اون زمانی که خودم هم من 4-5 سال از تو بزرگترم، خوندن رو یاد گرفته بودم، نشریات رو میخوندم، یه جا خوندم که اینقدر به درس علاقه من بودی که پشت صحنه تئاتر، بله، موقعی که کار نداشتی انجام بدی، دفتر مشقتو در میآوردی و مینوشتی و کارهای فردات انجام میدادی. و این عشق به مدرسه رفتن و به درس خوندن رو هیچ کس نخواست که تشویقش بکنه، ادامه بده؟ تا که برای اینکه توی خانواده پدریم ادوکیتد کسی نبود. سنتی بودن بیشتر. زنا تو خونه بود. پای سماور و 6 کلاس درس هم بسه برای دختر. بعد اتفاقا زن پدرم نذاشت که من ادامه بدم درسمو. گفتیم میره درس میخونه، پر میشه تو گوشش میخونن، یاد میگیره، دیگه واسه ما پول در نمیاره. تا امروز هم میبینم که زیاد میخونی، کتاب زیاد میخونی، علاقه داری بخوندن، مطالعه زیاد میکنی. چرا کتابایی میخونه گوش؟ من همه جور کتاب میخونم. من از کتابای تاریخی که خیلی دوست دارم، کتاب لطفعلی خانزند و علموتو. زندگی مشاهیر معاصرم خوندی؟ سرگذشت شاه، سرگذشت هویدا، اینایی که کتابشون نوشته. بله، کتاب آقای هویدا رو خوندم. کتاب خودتو خوندم که چقدر لذت بردم. کتاب آقای جعفری رو، شعبان جعفری. کتابای زن ژاپنی خوندم، کتابای عرفانی زیاد خوندم. به دکترا لیسانس رو بدیم دیگه، انقدر خوندی کتابو. دلت هم میخواست دانشگاه بدی، افتخاری ها؟ من از کتاب خیلی چیز یاد میگیرم، ولی هنوز نیاز دارم که یاد بگیرم. اولین کتابی که خوندم کتاب تاراس بولبای گوگل بود، ولی از ترس زن پدرم اینو توی شلوارم قایم کردم. من شمع روشن میکردم و یواشکی میخوندم که یه بار خوابم برد و زن پدرم رسید و چشمت روزه بر نبین. خوردم. ما چقدر کتک خوردیم نسل ما. چرا این ظلم به ماها میشد؟ چرا کتکمون میزدن؟
من میدونم که تو مدرسه‌مون یه مدیری داشتیم که هر وقت یکی خطا میکرد میومد تو سر کلاس میگفت به خاطر اشتباه این همه تو نمیزنن. پدر مادرها هیچی نمیگفتن، میگفتن آدم شو. بله بودیم به ما کتک موزن میگفتن آدم شو، چی کار کردی که کتک خوردی دیگه نکن. یکی از صدمه هایی که از کتک خوردن رو موند به خاطر بد درست کردن رخت خواب، زن پدرم با لگد از پله ها من انداخت که لبه پله رفت تو سرم و پشت سرم 7 بخیه خورد. تو بیمارستان سینا از این بخیه های آهنی هم زدن بهم. و عصرش هم داشتم میرفتم قزوین برای پرورش گاهی های قزوین قرار بود برنامه اجرا کنم با سر بسته و بعد بهم هم گفت به پدرت بگی میکشمت و به پدرم گفتم پام لیس خوردم. راجبش زیاد حرف زیاد حرف نزنیم ولی من به خاطر برادرم خیلی غصه خوردم، به خاطر اون از زن پدرم کینه داشتم. برادرم سر زمین شوری های موزاییک روماتیسم پا گرفت، از پا به قلبش زد، مشکل قلبی پیدا کرد که بعدم تو 24-25 سالی که فوت کرد. برادر تنی؟ برادر تنی. آخه اون خیلی اذیتم کرد، یعنی از یعنی کتکایی که فریدون میخورد دوست داشتم من بخورم. یعنی خیلی وقتا میشد که یا فریدون و یا فریبرز رو که میومد بزنه من میرفتم روشون میخوابیدم که من بخورم. ولی گذشت. گذشت. پوستمون کلوف شد. دقیقاً. دقیقاً. آره پوستمون کلوف شد. شاید الان هم بعضی موقع من فیلم های فارسی رو میبینم هنوز هم میبینم بچه ها تو سری میزنن، کتک میزنن. بچه ها رو متوجه شدی؟ مثل اینکه هنوز هم این رویه ناپسندیده هست، ولی دوره ما دیگه معلم و مدیر و اینا این کار رو میکردن. حالا نمیتونم، امیدوارم که تو مدارس دیگه نکنن. مرگای زرد فصلی بس که از خاطر رنجیدیم یه عمر، نمیدونیم که شکستیم من و تو. برگای زرد فصلی من و تو، شعر غمگین یه نسلی من و تو. بس که از خاطر رنجیدیم شکستی من و تو، نمیدونی که شکستی من و تو. کوشش این بود که تو اون دوره 21 سال که در ایران بودی و ادامهش تا امروز که به زنا احساس شرم بدن از آنچه که بودند و به یه نوعی در مورد تو هم موفق شدن. همین که الان میگی که پیش خودم فکر کردم دو مرتبه بازبینی کردم که این چه کار چه حتما یه کار درستی نمی کردم که این کار رو به این جا کشیده. کار کی فائق شدی بر این حس شرمت؟ این سالای آخری که ایران بودم، به خصوص سال 1378-79، موقعی که دوباره اومدن سراغم. مدتی قبلش یک کتاب از پروین قفاری اومد بیرون در مورد شاه. وقتی به من گفتن کتاب زندگی تو بنویس، گفتم من بلد نیستم، استعداد نوشتن ندارم. گفتن که ما برات نویسنده میذاریم. گفتم خب نویسنده بذاریم که دیگه من نیستم، یه نفر دیگه مینویس. اینجا فهمیدم که نه، تیرشون به سنگ خورد. هر کاری کردن نتونستن گوگوش رو له کنن. پس چه کار کنن؟ بیان به نفع خودشون این که 21 سال مونده تو این مملکت و نرفته مثل اونای دیگه، حتما یه چیزی هست.
و من زیر بار نرفتم. اما از اونجا متوجه شدم که گوگوش داره دوباره جوونه میزن. زمانی که یه تهیه کننده سینما از من خواستن که فیلم بازی کنم که کارگردانشم مسعود کیمیایی باشه، دیگه اینجا خب متوجه شدم که نه، پس یه چیزی هست، یه حسی هست که نمیذاره من دفن میشم. افسرده بودی خیلی اون مدت، نه؟ خیلی. یعنی افسردگی شدید داشتی؟ به حالت افسردگی که میگن مثلا دارو لازم داشتی برای بیرون اومدن از افسردگی، یا میساختی باش؟ میساختم. چاره نداشتم. میترسیدم. از اطرافم میترسیدم. و زمانی که قرارداد فیلمو بستم، پیشنهاد کنسرت به من دادن، گفتم پس یه چیزی هست، یه اتفاقی داره میفته. The Iranian regime banned women from singing in public 20 years ago, and the country's most famous pop star thought her career was over. But Gougouch has been allowed to leave Iran for a world tour. Thousands turned up at a concert in London last night. Iranian pop diva Gougouch has waited more than 20 years for this moment, being able to perform for her fans. برای من گذاشتن توی قرارداد برای یک سال دو میلیون دلار تو یک سال، نمیدونستم چقدره. حجم حضورم رو نمیشناختم. با شکی که به دستا چه کردی؟ اعتماد کردی بهشون؟ اعتماد کردم به خاطر کیمیایی، چون اون با هم بود و فکر میکردم که اون میتونه یکم مواظبم باشه. خیلی اون موقع شایع شد که مثلا جمهوری اسلامی تو را آورده بیرون از ایران و برگزار کنندگان این کنسرت ها مال جمهوری اسلامیه. خیلی ها فکر کردن که گوگوش داره از این فرصت استفاده میکنه که از ایران بیاد بیرون و دیگه برنگرده. بالاخره همیشه پشت سرت در مورد زندگی تو حرفایی زدن که بخش عمده شایعات تا من فکر می‌کنم در مورد هر کسی که معروفه. ولی گوش بیشتر از همه. ولی من نمی‌دونستم. اون زمان نمی‌دونستم که کسی پشت این ماجرا و این کنسرت‌ها هست. شاید کیمیایی می‌دونست. آخر 2001 وقتی که پولمو ندادن، همه کارا متوقف شد، فیلم ساخته نشد، کنسرت ها تعداد زیادی برگزار شد، یک سالم گذشت و منم هم کردم توی کفش که تا نگیرم دیگه با شما ادامه نمیدم و موندم تنها. همه رفتن همه با هم، همه جز خاطره و یاد. این یکی از شعرهای تیکه شعر زویاس که دکلمه کرد. خلاصه اونجا بود که به هم اطلاع دادن که نیا، بمون. خب من باید بمونم. چجوری بمونم؟ چجوری اقامت بگیرم؟ من موندم به قول امریکاییان middle of nowhere. هیچ جا جام نه ایران میتونستم برگردم، نه به کانادا میتونستم برگردم و نه تو امریکا میتونستم بمونم. خیلی وضعیت سختی بود تا بالاخره از طریق یک
یک وکیلی درخواست اقامت کردم که چون یه مشکلی توی اقامتم بود تا به امروز هنوز من گرین کارت ندارم؟ گرین کارت دارم ولی دیگه شهروند نشدم، سیتیزن نشدم. با مسعود کیمیایی اومدی خارج از کشور، تورنتو، یه مدتی هم اونجا موندین. بعد مسعود کیمیایی برگشت ایران به خاطر پولاد رفت. البته بهانه پولاد بود، چون پولاد میخواست برگرده ایران. هنوز شما ازدواج کرده بودین بعد از اون جدا شدین؟ بله، یعنی قیابی جدا شدین. من قیابی از لس آنجلس براش کاغذ فرستادم. دیگه نمیخواستی زندگی کنی؟ نه دیگه. آخه من دو سه سال بود شوهر بالا سرم نبود، من تک تنها موندم اینجا. وقتی من دست پولاد گرفت رفت، منو آوردن ول کردن رفتن، هیچ کس نبود اینجا. در تمام این اتفاقات که افتاده، در پایان کاری که داشتی انجام میدادی، گوگوش تنها میمونه. همین ماجرایی که تعریف کردیم، این شد، بعد من تنها موندم. چرا هرگز فکر نکردی که یک نفر، یک مشاور، یه مشاور حقوقی، یه مشاور دلسوز، یه آدمی که بهش اعتماد بکنی، باید در کنارت باشه؟ برای اینکه هیچ کس توقع نداره از یه هنرمند که بتونه این تصمیمای به این سنگینی رو بگیره. همه هنرمندایی که موفقن، یک کسی یا یه گروهی حتی داره حمایتشون میکنه یا داره کارشون انجام میده و به صورت حرفه‌ای، یعنی حقوق میگیره این کارو براشون انجام میده. هیچ وقت نکردی؟ همیشه گذاشتی که اذیت بشی؟ امکانشو نداشتم، کسی نبود که بتونه این مسئولیتو به صورت، شاید همون اعتماد نکردنت به مردم بوده. خب کسی نبود دور و برم. چگونه پس باقی موندی؟ مرداد آسمانی کمار. تنها کسی که کمکم کرد مرداد آسمانی بود. منو برد پیش یک وکیل و مدتی چند سالی اون کارای منو انجام بود. ولی خب بازم کسی رو نمیشناختم که بتونم درخواست بکنم که بیاد کار منو، برنامه های منو، زندگی منو سر و سامون بده. پسرم درگیر زندگی خودش بود. به طور کلی اونم نمیتونست، چون اونم از بچگی یاد گرفته بود دیگران کارش رو انجام بدن، دیگران وسایل آسایشش فراهم کنن. فراهم کنن همه چی براش. این بود که بی کس بودم. این بی کسی موجب شد که به مهرداد آسمانی متوسل بشی؟ چون که خیلی هم، من جمله خود من باید اینجا بگم، فکر میکنم که اون دوره همکاری تو با مهرداد آسمانی یه بخش ضعیف زندگی هنری، افول هنری، بسیار بسیار هنر بسیطی داره. یعنی چه؟ یعنی توی محدوده کار من که موسیقی است، ترانه خوانی است، اجراست، ضبط، تصویربرداری، تنظیم، مدیریت، اداره است، یعنی اداره یک فرمتی رو داشتن، به عهده داشتن، اینا همش جمع شده توی مهرداد آسمانی. هر آنچه بگم شاید هنوز کم گفتم. نه، جدا از اون خیلی از ماها که طرفدارت بودیم و هستیم فکر میکردیم که اوف داشت برای گوگوش. درست نبود یه کنسرت هایی که گذاشت، که خب من در چندین کنسرت های تو تا اونجایی که ممکنه میام
به دلیل علاقه که به خود شخص خودت دارم و کارات. مردم رو میدیدم که میرن. از کنسرت بلند میشن، از دست کنسرت بلند میشن میرن، عصبانی. که چرا داری اینجوری سر خودش میدی؟ کی نگه داشتی اینو؟ کی متوقف کردی این کارو؟ خودت کردی یا ناچار شدی بکنی؟ به بلوغ رسیدی؟ نه، رسیده بودم ولی پیدا نمی کردم. کما اینکه من 2000 رو فکر میکنم 8 یا 9 بود، یک خانمی که طرفدار من بود یه روز بهش گفتم میای منیجر من بشی، میای کارای من انجام بدی. هیچی بلد نبود. تو کار جواهر بود، تو کار لباس بچه بود. ندا رو میگی؟ ندا کرمانی. آوردمش و همه چیمو دادم دستش. گفتم خب بالاخره یه نفر که فن من، هوادار منه، حتما کمکم میکنه. دیگه تا سال 2016 همه زندگی من دست ندا کرمانی. در این سالهایی که از ایران خارج شدی، صحبت از این داشته میکردیم که توی ایران اوضاع احوالت چطور، وضع روحیت چطور بود، یه اشاره گذرایی کردی به اینکه یه مدتی هم مبتلا یا معتاد به تریاک شده بودی. در این دورانی که از ایران خارج شدی و وارد امریکا شدیم، 21 سال اخیر، کی تونستی خودتو پاکیزه بکنی؟ من تو ایران خودم پاکیزه. درسته؟ چرا همه تصورشون این بود که مثلا یه آقای از دوستان خودت هم هست و بسیار مرد نازنین، دکتر شمسیان، فکر کردم او کمکت کرده برای اینکه؟ نه. نه؟ من زمانی که از مصداقی جدا شدم بکش گذاشتم، گذاشتم که بکنم خودم، برای اینکه من اهل این ماده نبود، چیزی که منو تخدیر بکنه و از زندگی ساقطم بکنه منو اذیت بکنه. یه مدت دارو خوردم و گذاشتم پشت تنیس بازی کردن و اسکی رفتن و ورزش میکردم و 2 سالی کاملا تمیز بودم. تا اینکه با مسئول کیمیایی باز این اتفاق برام افتاد. هیچ کدومم خواسته نبود، همش ناخواسته بود. فقط به خاطر اینکه پای منقلشون باشم درگیر شد. کجا، چگونه، چه اتفاقی میفته که گوگوش از فائقه آتشین گوگوش میشه یا فائقه آتشین؟ بین این دو در رفت آمدی اینا یه موجودن، یکیشون یه موقع بیشتر به تو نزدیک میشه، دیگری دورتر میشه از تو، کدومشون اون یکی رو داری میکنه؟ یعنی گوگوش داری میکنه فائقه یا گوگوش فائقه داری میکنه؟ فائقه گوگوش داری میکنه. آره، برای اینکه من وقتای گوگوشم که یا روی صحنه‌ام یا جلوی دوربین. تو خونه با دوستام فکر نمی‌کنم گوگوش باشم. خودت نمی‌دونم اینو حس کردی؟ حس کردم، خیلی خوب. باز من الان مثلا یه چند دقیقه رو بذاریم با فائقه مصاحبه کنیم. اوکی. از گوگوش راضی هستی؟ نه، یه جاهایی. آره؟ آره، خیلی اذیت میشم از دستش. چیکار میکنه؟ حرف گوش نکنه؟ شاید مثلا روی صحنه یه حرکتی میکنم یا یه چیزی میگم یا یه چیزی رو نمیگم یا یه ترانه رو انتخاب کنم یا نکنم، اونجا فائقه نمیذاره. آها. یا میگه چرا کردی؟ چرا اینو خوندی؟ عاقل‌تری از گوش؟
فکر میکنم گوگوش احساسیه. بهت گفته که کی دست از کار بکشی؟ چند بار این تصمیم رو گرفتم. من البته موقعی که ایرانی بودم این تصمیم رو گرفته بودم. به همین دلیل 21 سال طول کشید. طلبکاری 21 سال. به هر حال الان فارغ از گوگوش 21 سال طلبکاره. الان دارم طلبمو وصول میکنم. نه ولی واقعیتش اینه که مدتیه بهش دارم فکر میکنم و فکر میکنم به زودی قبل از این که قلم منو بذاره کنار من بذاره. ولی هنوز ما که دلم میخواد هنوز حالا حالا برامون بخونی و ما بیاییم و جزو تماشاچیه باشیم تماشات بکنیم. زن رو میگن این رو جز صحبت هایی که میشه که خوب از دهن خودت بشیم و الان اسم گیتی رو آوردی، یکی پوری بنایی یکی هم گیتی، هر دو رو میگی دوستشون بودی باشون ولی هر دو رو با همسرشون ازدواج کردی، یعنی با پوری بنایی نامزد به روز وسوقی بود، گیتی هم که همسر کیمیایی بود. چطوری ما ارتباط دوستیتون رو با این نگه داشتی؟ چون میگفتن گوش از دست اینا شوهرشون رو در در افواه هست بود اون نبود. من زمانی که با بهروز دوست شدم در واقع از پوری جدا شدم. من توی ایتالیا بهروز وقتی دیدم داشت میرفت پاریس، فکر میکنم با یک خانومی قرار داشت، فکر میکنم، مطمئن نیستم. من سر پوری با بهروز یه درگیری لفظی پیدا کردم و باهاش قطع رابطه کرده بودم به طور کل، ولی وقتی جدا شدن پوری رو مدت ها ندیدم، بهروزم که اصلا نمیدیدم. توی جشنی که علی عباسی برای حسن کچل گرفته بود داشتم میخوندم، بهروز اصلا از سالن رفت بیرون، یعنی انقدر ما درگیر بودیم. ولی توی ایتالیا چون به هر حال من مدت ها به سال یک سال خورده بود تو ایتالیا داشتم، تو روم زندگی میکردم، یه ایرانی دیدن اونم بهروز وثوقی خب برای من مغتنم. از پاریس اومده بودم ایتالیا، استودیو بهم گفته بودن باید بیای آهنگ باید ضبط بشه. همین که قربانی هرچی پول درآورده بودیم تو قمار باخته بود و پول هتل جورسنگ رو نداشت بده و اینا رو گروگان گرفته بودن چمدونا رو. من اومدم روم، زنگ زدم به محمد کریم ارباب، اونم منتظر بود، شوهر جمیل، اونم منتظر بود که من یه چیزی ازش بخوام که بعد اگر رفتم ایران برم کابره اون بخونم. شبانه روز نکشید، خودش رو رسوند پاریس، پول هتل رو داد و قربانی و
بچه های ارکستر آورد روم. از اون به بعد من دیگه بهروز رو ندیدم تا تهران که بودم. نمایش خصوصی یکی از فیلماش بود که دعوتمون کرد منو قربانی رو و قربانی قبول نکرد نرفتیم. بعد از اون دیگه من هر از گاهی با بهروز در ارتباط بودم تلفنی، چون توی روم وقتی باش درد دل کردم که محمود چی بلاهایی سرمون آورده که یه چند تا شمش رو خودش دیده بود زمانی که با پوری زندگی میکردن، به هم گفت که هر وقت تهران اومدی هر مشکلی بود به من بگو، به زنگ بزن، من کاری از دستم برمیادم. یه پشتگرمی برای من شد و از اون به بعد پشتگرمی من بود. برگردیم به ماجرای گیتی که داشتی صحبت رو میکردی. آه، اون گیتی که من گفتم، گیتی همسر سولی رو من گفتم. آها. ولی فکرم گیتی خواننده که خب، همسر کیمیایی بود. این یه گفتی فصل پیج جدید، یک صفحه جدیدی که باید باز کنم که جواب خیلی از سوالا رو شاید بتونم بدم. گیتی رو بعد از انقلاب دو بار دیدمش. یه بار منزل ناصر چشم‌آذر، یه بارم تو پیست اسکی دیزیند و هر دو بارم مسعود کیمیایی اون گوشه ها وایساده بود باهاش یه سلام علیک کردم. من مسعود رو سر فیلم گوزن‌ها که یه بار اومد خونم ولی با من کاری نداشت، با فرامرز غریبیان اومدن سر دکوپاژی که کرده بود برای روز بعد فیلم برداری داشتن. یه بارم من رفتم سر فیلم برداری که خیلی برخورد تلخی با من شد، مثل اینکه مثلا گفتن بای آخه گوگوش برای کسایی که یه ذره سرشون بخورم سرسی چیز بودن، دوری میکردن، اصلا مثل این که جزام بود، مثل این که افت داشت براشون. این گذشت تا من رفته بودم استودیوی هدایت فیلم، یکی از اقوام به اصطلاح اقوام دوستی بود که مثل قوم و خویشم بود. رفتم پیش اون که یه نامه بنویسم به هم کمک کنه این نامه رو ببرم وزارت دارایی بتونم سند خونم رو بگیرم، برای اینکه برای من یه چیزی نزدیک 6 میلیون تومان اون زمان بریده بودن مالیات بدم. گفتم آقا خمینی گفته که خوندن حرامه، خوندن زن، صدای زن حرام، شما پول خوندن منو می‌خواید بگیرین که حرامه، پس بذاریم بخونم، اگه پولش رو میخواییم پس بذاریم بخونم، هم نخونم هم پول خوندنم رو بدم. تازه بهشونم نگفتی که همه دارم میگن که آقا جون من بخاطر ایشون خوندم مثلا. بقیقا یه استفاده رو میخواستید بکنی. ای خدا، بگم این وارتان رو چی بهش بگم. من موقعی که امریکا بودم هنوز این آهنگ در اومد. این آهنگ قرار بود مثلا بعد از ما به هم نمیرسیم، بعد از یه آهنگ مارتیک، خیلی تو لیست بعدی بود. وقتی این اتفاق افتاد، خمینی اومد این آهنگو داد بیرون، در صورت که این آهنگو محمد صالح‌الله گویا از زبون مادرش برای پدرش گفته بوده یا نمیدونم یه چیزی اینجوری. پس برای خمینی نبود. قربونت برم. الان دیگه شما اینجوری جلو دوربین شما این رو پاکش کن، صافش کن. هر کاری میکنم صاف نمیشه. من گفتم، بارتان گفته، صادق نوجوکی گفته، هممون گفتیم آقا این
ترانه شش ماه قبل از اینکه اصلا اسم خمینی به گوشمون برسه. من که اصلا خمینی نمیشناختم. هیچ کدوم از ما نمیشناختیم. چرا؟ یه بار اسمش رو شنیدم که نمیدونستم کیه. موقعی که رفته بودم عراق برنامه اجرا کنم برای سالگرد انقلابشون که حسن البکر بود. وسط مصاحبه گفت ممکنه یه زمزمه ای برای شنونده های ما بکنی. گفتم من موقعی که دارم میرم زیارت آواز نمیخونم. کاش خونده بودم. گفت احسن، این حرف شما رو آقای خمینی بشنوه خیلی خوشش میاد. گفتن کی؟ گفت آقای خمینی. گفتن کیه؟ گفت مرجع شیعیان جهان. بعد دیگه تمام، تا اینکه تو امریکا دیدم این آهنگ در اومد، گفتن این آهنگ رو گوگوش برای 40 سال خورده هم هست ول نمیکنن دیگه، میگن همه دیگه اینم داری میگذاری. یه بار رفتم خیر محمد رو گرفتم تو اون قهوه خونش، یک کافتریا داشت. گفتم خجالت نکشیدی؟ من اینو از تو گرفتم هدیه دادم به بیژن صفاری. من صدامو و این خوندن این آهنگو شعرشو تقدیم کردم به بیژن صفاری، چون اون شب تو خونه بیژن صفاری اینو داد به من، گفت من اینو برای بیژن نوشتم. گفتم چرا به من دروغ گفتی؟ بعد که رفتم خرشو گرفتم، گفت چه فرقی میکنه برای تو بیژن صفاری یا یکی دیگه؟ عزه گفتم باشه. برگردیم سراغ کیمیایی. ها، اون روز رفته بودم اونجا این نامه رو بنویسم. یونس به من گفتش که کیمیایی پای تلفنه، میخواد با حرف بزنه. فهمیدم که یونس بهش گفته گوشم اینجاست. خب چه کاری بود؟ گوشی رو گرفتم و سلام احوال پرسی، چطوری، خوبی؟ گوشی دستت، گیتی میخواد با حرف بزنه. حالا گیتی چند سال رفته آلمان پناهنده شده، ولی گویا جدیدن اومده بود ایران. با گیتی حرف زدم و حال احوال کردم و کی اومدی و چی و اینا. گفت باید ببینیم همدیگر رو. گفتم حتما. یه روز که از همین روزا که کاری نداشتی میام دیدنت. گفت نه همین امروز. گفتم همین امروز که نمیتونم. منم از تنیس اومده بودم با لباس تنیس مانتو اینا. گفتم الان که نمیتونم، بذار یه وقت دیگه. گفت نه همین الان. گفتم پس بذار برم لباسی عوض کنم، سر و روی تازه کنم میام. دیدم آدرس نزدیکه و رفتم توی ساختمون. گفتم خانم گیتی پاشایی. گفت طبقه 12 حالا طبقه آخر. پاشدم رفتم و بالا هرچی در زدم مشکی در باز نکرد. اومدم پایین گلو دادم به کنسیر. یه یاد داشتم گذاشتم که گیتی جون اومدم نبودی، رفت. میرم انشالله یه فرصت دیگه هم دیگر ببین. اومدم خونه نشستم، تلویزیون باز کردم و کاری که میخواستم انجام بدم و نشستم. ولو شدم رو مبل. ساعت 8:09 بود. دیدم نگهبان ساختمون در میزنه. چیه؟ گفت یه خانومی اومده دم در، میگه من گیتی پاشاییم، چطور منو نمیشناسین؟ گفتم ای بای صداش کن بیا تو. خلاص اومد تو. گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفتم بابا من که اومدم در خونه تو نبودی. اومدم در خونه تو. گفت پاشو بریم. گفتم الان دیگه دیره، ساعت 10 شب. گفت نمیشه، پاشو. هیچ، پاشودم و ماشینم هم نذاشت بیارم، خودش سوارم کرد با ماشین، منو برد خونش. هیچ کی هم نبود خونه. نشستیم و از
آلمان گفت برام، از اوضاع احوالش گفت برام، از من سوال کرد. داشتیم گپ و گفتمانی داشتیم. ساعت نزدیک 11:30 بود، در وا شد، مسعود اومد. سلام، بخ، اینجا قربونت روبوسیو. من تعجب، چون مسعود با من انقدر صمیمی نبود، ولی اون شب خیلی با روی باز با من سلام علیک کرد. ساعت نزدیک 1:30 بود، گفتم دیگه گیتی جون من یه آژانس صدا کن من برم. گفت نه، آژانس چیه؟ مسعود میبردت، مزاحم نشد. مسعود منو برداشت برد در خونم رسوند، بعد گفت فیلمای بعد انقلابمو ندیدی؟ گفتم نه. گفت من برات میارم، یه سری هم فیلم میارم ببین. مرسی، خدافظ. از اون روز این هر وقت از در خونه من رد شد فیلم آورد گذاشت دم در، تا گیتی که باش خدافظی کردم و یه چند روز بعدش گفت دارم میرم، داشت برمیگشت آلمان. وقتی هم که باش حرف زدم خدافظی میکردیم، گفت مواظب مسعود باش، تنها نذارین هم دیگر رو، این روزا مثلا تنهایی خوب نیست. مریض بود اون موقع؟ مریض بود. یعنی سینه‌ش عمل کرده بود، شیمی درمانش هم کرده بود، ولی آروم گرفته بود. چند روز بعد مسعود زنگ زد که من فردا شب دارم میرم پیش لاچینی، فریبرز لاچینی، برای موزیک فیلم، میخوام بیام ببرمت. گفتم فردا نمیتونم، فردا تولد برادرمه. باشه یه وقت دیگه. گفت پس میندازم پس فردا. پس فرداش اومد، منو برداشت با یه مقدار فیلم گذاشت، منو برداشت برد خونه لاچینی، و من بعد از سالها رفتم پشت میکروفون. اون شب برای من خیلی شب فراموش نشدنی بود و خیلی ممنون کیمیایی شدم. یه روحیه‌ای بهم داده شد، یه حال دیگه‌ای پیدا کردم. از اون به بعد مسعود می اومد برای من فیلم می آورد، می رفت، می اومد. دوست شدیم با هم. و یه روز خبردار شدم که گیتی داره برمیگرده یا برگشته. و حالش هم خیلی بد بود که مسعود ماشین منو گرفت، باهاش اکسیژنای گیتی رو می برد و می آورد. چند روز بعدم وصیتش گفت و رفت، فوت کرد. و همون روز مسعود دست پولاد گرفت و آورد خونه من، و همین شد که پولاد موند خونه من و پدر و پسر موندن پیش من. بعد ازدواج کرد؟ بعد ازدواج کرد. پس اصلا تمام این اتفاقات بعد از مرگ گیتی اتفاق افتاده؟ اگه ازت بپرسن که بزرگترین اشتباهی که تو زندگیت کردی چی بود و بزرگترین پیروزیت چی بوده، از چه چیزی راضی ترین کاری که کردی کدوم کار بوده و اشتباهی که کردی کدومی که دیگه دلت نمیخواد هرگز تکرارش بکنی، چی میگی؟ دو تا اشتباه بزرگم، یکی انتخاب ازدواج اولم بود. باز میخوام بگم اونجا هم چاره نداشتم، داشتم از یه زندگی فرار میکردم و اولین کسی که بهم پیشنهاد کرد رفت. دومیش نمیخوام بگم من اشتباه کردم که رفتم ایران،
برگشتم ایران زمان انقلاب. فکر میکنم باید این کارو بکنم. چون اگر میموندم گفتم برای آره. میدونم که روزگار خوبی نمیداشتم. با همین چیزایی که شنیدم ازت منم فکر میکنم تصمیم درستی گرفتی. اون نبود جز تصمیم اشتباهی. نه نه اون کار اشتباهی نبود که انجام دادم. بازم در طول سالهایی که ایران بودم احساس نمیکنم کار اشتباهی کردم. خیلی دست به عصا بودم که قرب شاخم نزد. البته زد چند جا سعی کردن شاخ بزنن بدن، ولی احساس کردم درونشون منو دوست داشتن. یعنی همونایی که Matt. Hey guys, could you kindly close the door? There's too much noise. Thank you. Thank you very much. آه اینطوری بهتر شد. بله. حالا صدا همو میشنوی. اینجا دارن خونه میسازن. خونه میسازن. همه جای لس آنجلس خونه میسازن. حالا ما مثلا اومدیم در یه محله کوهستانی و در وسط دور از سر صدا. دور از سر صدا ولی دارن این پایینم خونه میسازن. خب دومین پشیمونیم دوره‌ای که با آسمانی همکاری داشتم. خوشحال هستی از اینکه موندی؟ جان؟ خوشحالی از اینکه موندی؟ بله. بله. الان این دورانی که داری زندگی می‌کنی، دیگه آرام به آرامشی که دلت خواسته رسیدی. خیلی. خیلی مهمه. شاید هم همین احساس آرامش یه جای مأمن آرومتر و زندگی با گذران طبیعی است که تنم نمی‌لرزه، هماجون. تنم نمی‌لرزه. نگران خونه زندگیم نیستم. هرچی هم که داشتم و رفته. تیر و تخته که زندگی من نیست. نه. ولی یه چیزهای یادگار داشتم، مثل تابلوهایی که داشتم، از حسین کاظمی داشتم، از حاجی زاده داشتم. تابلوهای خیلی خوبی دارم ایران. بالاخره یه روز برات میفرستنش. هر چی درخواست کردم برام بفرستن نمیفرستن. الان از موقع که اومدی دیگه در کنار کامبیز هستی خوشحالی؟ رابطتون چطوره؟ رابطه مادر و پسری؟ یه مدتی کامبیز دستیار بود مثل که تو کنسرت ها دیگه نمیبینیمش، کمتر تو کنسرت ها میبینیمش. اذیت هم میکنه. آره؟ خیلی اذیت کرد. هم خودشو اذیت میکنه، هم بچه هاشو اذیت میکنه، هم منو خونم خودش. آره؟ نمیشینی باش صحبت کنی؟ یا اون نرود میخ آهنی بر سنگ. ولی خودت اگه که غمگین میشی از اینکه رابطه
سلامتی نیست با کامبیز، چرا هیچ کاری نمی‌کنی براش؟ من خیلی تلاش کردم. من یه باوری دارم و اون اینه که مادر موقعی که بچه رو به دنیا میاره یا پدر، فرق نمیکنه، پدر و مادر، اونا مسئولیت دارن. ماها رو پیشونیمون به عنوان پدر یا مادر نوشته گیلت، گناهکار. گناهکار یعنی هرچی که اون که نخواسته، اون بچه که نخواسته به دنیا، ما به دنیا آوردیمش. در نتیجه فکر میکنم گفتی که کوششتو کردی خیلی، ولی شاید یه انگیری داره. شاید یه... شاید نیست، حتمیه. حتماً داره. حتماً داره. فکر می‌کنی در زمینه مادری شکست خوردی؟ بله. ولی برای خیلی بچه های دیگه مادری کردی. دوست داری بچه ها رو؟ من بچه ها رو خیلی دوست دارم. اگه قرار باشه برگردی از اول شروع بکنی زندگی تو، در مورد زندگی احساسی، در مورد رابطت با خانواده، برادرها، پدر، مادر، پسر، تجدید نظر میکنی؟ خیلی. اشتباهاتی دارم که گاهی به خودم میگم کاش این اشتباه ها نبود تو زندگی، ولی چه کنم که بود. انتخاب اشتباه و تصمیم اشتباه. خب با وجود همه این اشتباهات یه چیزی خیلی مشخصه، بازم تو یه اسطوره‌ای تو موسیقی ایرانی، یه آیکانی به قول آمریکایی. یعنی حتی در شرایط به اون سختی، با اون همه گرفتاری یا با انتخاب اشتباه یا با تصمیم‌هایی که دیگران برات گرفتن یا با مشکلاتی که داشتی، اینجایی که الان نشستی که یه پایگاه خیلی بالاییه برای در صحنه هنر ایران و جهان، برای ایرانیا، این نشونه اینه که اگر یه چیزی رو بخوای، بهش عشق داشته باشی، دلت بخواد به یه جایی برسی و کوشش بکنی براش، میرسی. اگه این واقعیت داره، چطور به کامبیز نمیتونی اینو بفهمونی یا به قبولی؟ خیلی تلاش کردم. آره قبول نمیکنم. تلاشمو خیلی کردم. من تو این 21 سالی که اینجا بودم تقریبا میتونم بگم 15-16 سالشو تلاش کردم براش. هر کاری که از دستم بر اومده و ازم خواسته کردم. حرف زدیم پس با هم خیلی. خیلی. خیلی باش حرف زدم. به عنوان یک خواننده و هنرپیشه معروف، مشهورترین که طی 6 دهه همچنان در بالا وایساده، همه چیز در زندگی دیدی، دارایی رو دیدی، پولدار بودن، فقر رو دیدی، سختی رو دیدی، خوبی رو دیدی، آرامش رو دیدی، لذت رو دیدی، عشق رو دیدی، نفرت رو دیدی، کدام یکی از این حسای، کدام یکی از این داده هایی که جلوی پات اومده بیشتر خوشحالت کرده و کدوم بیشتر غمگینت کرده؟ خیانت غمگینم کرده، محبت خالصانه خوشحالم میکنه هنوز. عشق مردم هم دوست داری؟ یعنی مهر مردم رو میطلبی؟ اگر اون نباشه که نمیتونم ادامه بدم. نمیتونستم ادامه بدم. به خصوص این عشق رو تو اولین کنسرتم بعد از 21 سال توی تورنتو تجربه کردم. و همین جور ادامه پیدا کرد. به لس آنجلس اومدم و هر کنسرتی که این جمعیت رو میدیدم، نمیدونستم حتی چجوری جوابگوی این همه عشق باشم.
برای 4 نسل خوندی. گوگوش برای 4 نسل خونده. 3 نسل که میتونن جواب تو بدن، نسل 4م هنوز نمیتونن جواب تو بدن ولی دارن لذت میبرن. این همه ماندگاری، این روایت، این ماندگاری در قلب مردم و در فکر مردم، برای مردم، برای ایرانی ها، خودت فکر میکنی به چه دلیله؟ چند جنبه داره. یه سری از آیتم هاست که فکر میکنم اونا هر کدوم به تنهایی میتونن تکمیل کننده این علاقه باشن. یکی این که از بچگی تو ذهن مردم بودم. اون زمان اگه خاطرت باشه خیلی از خانواده ها فکر کردن که جزی از خانواده شونم، یا بچه شونم، یا خواهر شونم. حتی فیلمی که بازی کردم و صحنه ای داشتم که پیرنم رو در آوردم، خیلی ها بهشون برخورده بود. ناموس مردم بود. ناموس مردم. این خودم بودن، سعی نمی کنم حرکتی اجرایی داشته باشم که خودم نباشم. ارتباطت با مردم، نحوه ارتباطت با مردم، با آدمایی که جلوت نشستن، در هیچ خواننده یا هیچ کسی که روی صحنه میره من ندیدم. یعنی ارتباط عاطفی، ارتباط یک به یک، چشمت مثل اینکه همه رو میبینه و این یه تیزی میخواد برای کسی که روی صحنه است که باید حواسش باشه داره چیکار میکنه. ولی اینقدر طبیعی خوندنت و حضورت روی صحنه هست که به خودت این اجازه رو بهت میده که حواست به مردم هم باشه. چقدر از مردم انرژی میگیری موقعی که میخونی؟ اصلا همه انرژی از اوناست. آره؟ همه انرژی از اوناست. بی برو برگرد، وقتی میام رو صحنه اگر در وهله اول اون انرژی رو نگیرم، اون برنامه به طور قطع برنامه موفقی نخواهد بود. جدی؟ پس ما بدونیم که چقدر مهمی برای خواننده ها. حتما همینجوره. یعنی اون ارتباط رو برقرار میکنم. حس میکردم، یعنی با هر کدوم حرف میزنم، اونا با من حرف میزنن، یعنی نگاهشون. من خاطرم هست، اینو میخوام بگم. موقعی که من جدا شدم از قربانی، به خاطر همون مطالبی که توی مجلات مینوشتن، مردم می اومدن هر شب کابر بنک برنامه منو می دیدن. کابر بنک شلوغ بود ولی اکثرا اون جلو می دیدن به من اینجوری نگاه میکنن. می اومدن تو بچه تو بل کردی، شوهر تو بل کردی، رفتی بی صفت. ولی بازم می اومدن. ولی بازم می اومدن. اینه که می بینم این انرژی خوب رو میبید. من چند تا اسم میخوام بگم، دلم میخواد که اصلا هر کدومشون رو با یک تا دو جمله تعریف کنی برام. زویا زاکاریان، رفیق سالای دور. بابک امینی، گیتاریست فوق‌العاده. رها اعتمادی، بسیار مهربون و دوست داشتنی و هنرمند. حالا یه نگاهی بندازیم به 4 ازدواجی که کردی، در مورد اونا سوال کنم. محمود قربانی، انتخاب آدمی که من اشتباهی فکر کردم یکی دیگه است. بهروز وثوقی، بازیگری فوق‌العاده‌اش. همایون مصداقی، همایون مصداقی رفیق خوب، شوهر بد. کیمیایی، مسعود کیمیایی. برای من مسعود کیمیایی یک انسیکلوپدیای خوبی بود، ازش خیلی چیزا یاد گرفتم. اما متاسفانه یک سری شاید اینطوری بشه گفتش که
کارگردان و نویسنده و فهیم. گمان نمی‌کنم دیگه دلت بخواد ازدواج کنی. نه. به انگلیسی بهش میگن marriage material، یعنی کالای ازدواج. نیستی؟ من نیستم. تقصیر کسی هم نیست. نه. من گوگوشی که هر کدوم از کسانی که اسم بردی گوگوشو میخواستن. گوگوش نمیتونه کالای ازدواج باشه. شاید اگر فائق بودم فقط شاید انسان‌های درست‌تری رو انتخاب می‌کردی. به قول شما من دارم کم کم به این نتیجه می‌رسم که خیلی فائق عاقله. درگیر گوگوش شده دیگه. درگیر گوگوش شده. به همین دلیلم عقل رو حسابی نگه داشته. مجبور نگهت داره. مگه گفتی دیگه گوگوش داری می‌کنه. کار آسونیه. در دورانی که گوگوش داشت شکفته میشد در ایران، در دوران قبل از انقلاب، یکی از نکاتی که در موردش میگفتن اینه که یک هنرپیشه و یک خواننده و یک هنرمند پیشروه، یعنی دائم در حال اختراع خودت بودی، در حال یه چیز تازه به وجود آوردن بودی، در حال بالا بردن کار خود رو، یه چیزهایی رو به وجود می آوردی که اصلا برای مردم جالب بود، مورد صحبتشون قرار می گرفت. موتو کوتاه میکردی، موی گوگوشی درست میکردی، همه ماشون از جمله خود بنده ما هم گوگوشی زدم یه دوره، نوع لباس پوشیدن تو تقلید میکردن مردم. چه چیزی به این شهامت رو میداد که در یک محیط سنتی، هرچند که اون موقع در حال پیشرفت بودیم ولی کماکان محیط سنتی بود، اینقدر پیش رو باشی؟ شهامت شو داشتی، جرأت شو داشتی، ولی این حرفایی که ما الان داریم میزنیم، هم صحبتایی که کردیم، من میبینم یه گوشایی گوگوش ضعف داره، گوگوش در مقابل یه چیزایی نمیتونه وایسه و اون شهامت رو نشون بده. رو اون صحنه، رو اون صحنه بزرگ هنری، در تلویزیون، در سینما، در صحنه های کنسرت های خودت، حضور چشمگیری داشتی از اینی که همه ازت تقلید میکردن. اون شهامت از کجا آورده بودی؟ اگر مومو کوتاه کردم، مومو از ناراحتی و از دست قربانی مومو از تا زدم. جدی؟ تو ایتالیا. خودزنی میکردم، برای اینکه وقتی عصبانی میشدم یا ناخون از تا میزدم یا سرم یه جوری یه بلای سر خودم میآوردم. ولی اتفاقا مثلا موت شد. اینجوری شد. ولی توی لباس پوشیدن میگم زیبایی رو دوست داشتم. توی هنرپیشه هایی که می دیدم، عکساشون رو تو مجلات می دیدم، دوست داشتم که آرایش کنم، خودم رو درست عرضه کنم. یعنی خوب دیده بشه. نه، همیشه کلاسی بودی. همیشه. اینو خیلی بهش توجه داشتم همیشه. اینه که نمیدونم، شاید ولی الان سلیقه من بود. یه مقداری الان کانسرواتیو تر شدی؟ یا داری هنوز اون شهامت ها رو؟ دارم، ولی ملاحظه یه رقم میرم دارم میکنم. سنی رو دارم میکنم. نه، مشخصه که یه کسی که بلده که چگونه خودش رو ارائه بده، اگه همون به همون سیستم ادامه بده، در سنین بالاتر هم، در دهه 60 و در دهه 70 هم، خودش رو به همون صورتی که لازم ارائه میده و این زیبایی و تازگی و نوآوری گوشه که هیچکس خسته نمیشه ازش. شاید همه ما ندونیم که گوگوش چند تا خواهر برادر داره. اینطور که تعریف میکنی یه خواهر برادرم داشتی که از پدر جدا، از مادر سوان، درسته؟ من یه برادر تنی داشتم از زهرا خانم که ازدواج دوم پدرم بود. یه برادر دارم، عادل اسمش، و از مونس خانم
زن پدر معروف. بله زن پدر معروف. دو تا برادر دارم که یکیش کاناداست و یکیش بخشیده شد. زمانی که این خانم بچه اولش رو به دنیا آورد که فریبرز اسمش، اینو من بزرگ کردم تا 8 سالگیش. در واقع من مادرش بودم. من کلاس دوم، سوم، چهارم. بچه دومشون 2-3 ماهه بود که یه روز دیدم من 2 تا بچه داشتم، یکیش رفت. چی شده؟ از پدرم پرسیدم. جرأت نمی‌کردم از زن پدرم بپرسم. پدرم گفت یه خانواده‌ای بودن که بچه دار نمی‌شدن. ما فرامرز رو دادیم اونا نگه دارن. دیگه ندیدیشون بچه رو؟ چرا؟ در طول سالایی که زندگی می‌کردم با این زن پدر مدام اینا رفت و آمد داشتن. 2 تا برادر با هم بازی می‌کردن ولی بدون اینکه بدونن برادر همن. چون اسمشو تغییر دادن، اسم فامیلش تغییر پیدا کرد. یه زن و شوهر خیلی نازنینی بودن. شوهر سرهنگ ارتش بود، خانومش ارمنی بود که برادر من ارمنی یاد گرفت از این خانم. ولی هیچ وقت جرأت نمی‌کردم که بگم تو برادر منی. ولی بعدها، در واقع بعد از انقلاب، این قفل باز شد. به دست کی؟ خودت؟ به دست من و خود برادرم. البته ببخش، من یه خواهر و یه برادر دیگه هم دارم که از مادرم هستن. میدونی من یه دفعه هم گفتم توی یکی از نوشته هام در مورد گفتم شاید اولین انسان معروفی هست، مشهوری که برای همه دنیا و ایرانی های تمام دنیا این شهرت رو داری، که فرزند کار بودی. الان دارن راجع به بچه هایی که کار میکنن، خب اون بهشون میگن اینا بچه های کارن، ولی خب از تو کار میکشیدن. یعنی اگه تو امریکا بودی میتونستن این اداره محافظت از منافع بچه ها بیان و پدر و مادر رو یا تو رو ازشون بگیرن یا بهشون وادار بکنن که در این سن و سال بچه رو به کار نمیبرن، بس درآمد او رو بردارن برای خودشون. اتفاقا زمانی که من خیلی کوچیک بودم توی شکوفه نو برنامه اجرا میکردم، رئیس کلانتری مرکز اومدن و منو کشیدن پایین، گفتن بچه به این سن. پدرمو گرفتن بردن. چه جالب که از این بچه داری سوء استفاده میکنی و این بچه باید الان تو خونه خواب باشه، باید مدرسه بره و حق نداری. یه مدتی گویا من برنامه اجرا نکردم، بعد باز یواشکی باز منو آوردن رو صحنه. تا چه مدتی پدر و زن پدر از نظر مالی وابسته به تو بودن؟ تا چه سنی تو برای اونا در واقع کار میکردی؟ تا روزی که ازدواج کردی. و بعد 17 سالی که. و بعد از اینکه ازدواج کردی انسان مستقلی شدی یا 2 مرتبه درگیری مسائل دیگه شدی در زندگی زناشویی؟ درگیر همسر اول. در طول زندگیت ماجراها و بلندیها و پستیهای زیادی وجود داشته، داستانهای فراوانی داشتی، با چند مرد ازدواج کردی که بعضیش طولانی بود مدت ازدواجشون، بعضیا نه، ولی کی در کدوم موقعیت با کدوم انسانی که همراه و هم سرت یا هم در کنارت بوده اقلا احساس آرامش کردی، اقلا احساس خوشبختی کردی؟ دوره خاصی رو میتونی در نظر بیاری؟ من تو ازدواج دومم با بهروز وصولی استقلالم رو پیدا کردم، یعنی تصمیماتم با خودم. همسر اولت قربانی، در اون دوران یک سعی زیادی حالا خود او میکرد یا به خاطر استعداد و هنر خودت بود، این بود که یه چهره جهانی ازت بسازه. گفتنی دارم ازش،
کارهای خوبی که برام کرد این بود که برای من یک منیجر فرانسوی اول گرفت که اون منیجر منو برد فرانسه پاریس و قرارداد با کمپانی بارکلی و آقای بارکلی امضا شد. بار دوم منیجری گرفتیم که خودش خواننده بود، یعنی توی میامی میخوند و قرار شد که من رو ببره به ایتالیا و با کمپانی آرسیه قرار داد ببندم که صفحه I believe اونجا به زبان انگلیسی، چون ایتالیایی گفتن مردم ایتالیایی ایتالیا دوست ندارن خواننده غیر ایتالیایی بیاد ایتالیایی بخونه براش، به همین دلیل تصمیم گرفتن که من انگلیسی بخونم، ولی در فرانسه صفحه فرانسوی داشتم. خب اون موقع خیلی همه ما نگاه حسرتمون به تو بود، میدیدیم که تو برج ایفل، تو رستوران برج ایفل یا اون طبقه آخر برج ایفل برنامه اجرا کردی، میدیدیم که توی سالن‌های کنسرت انگلستان، ایتالیا اینور اونور حضور داشتی و این حسرتی که ایرانی داره که چرا خواننده‌اش جهانی نمیشه، چرا هنرمندش جهانی نمیشه، چشم امیدمون به این بود که گوگوش جهانی بشه و شدی در یک لحظه، در یک دوره، البته نه طولانی، ولی چی شد که دیگه ادامه ندادی اینو؟ به خاطر فشاری که تو زندگی شخصی با قربانی داشتم، بچه به بغل، من میرفتم تو استودیو بچه گریه میکرد، باید خودش نبود، بیشتر میرفت ایران کارهای کاباره رو درست کنه با هتل، چون هتل مال خودش نبود، هتل مال برادرش بود، به اسم اون تموم شد که صاحب کاباره میامی، صاحب نبود، گرداننده کاباره بود. مشکلات شخصی باهاش داشتم، آدم زنباره‌ای بود. این بود که نمیتونستم بمونم اونجا تک تنها با یه بچه، بعدم فکر کردم که خب من موقعیت خوبم رو تو مملکت خودم دارم، باید بیام اینجا بمونم بخونم، آیا بگیره آیا نگیره، کی میشه که من دوباره به اون موقعیتی برسم توی یه مملکت غریب که تو مملکت خودم داشتی. در حال حاضر دارم، برام سخت. متوجه میشه. کسی هستش که میخواستی باش حرف بزنی نتونستی بزنی؟ حرف دلتو بزنی؟ پدر، مونس، مادر، برادر؟ پدرت. نتونستم، چون بعد از انقلاب ازش خیلی دلگیر شدم و ازش دوری کردم. و وقتی که رفت پشیمون شدم که یه سری سوال ازش داشتم. چرا؟ چرا ازش نپرسیدم؟ دفعه آخری هم که دیدمش خونه عموم تو خیابون گیشا، اومده بود که بگه داره میره ترکیه. براش خوشحال شدم، گفتم بعد از 7 سال یه جایی، مثل اینکه قربانی ازش دعوت کرده بود که بره ترکیه. می‌خواست بره رو صحنه یا بره بگرده؟ بره رو صحنه. رو صحنه مرد. صابر روی صحنه در حال اجرای برنامه مرد. چه جالب. در حال خندوندن مردم مرد، یعنی همون چیزی که دوست داشت. دوست داشت. چه پایان غم انگیز شیرین.
یکی از چیزایی که خیلی سوال میکنن در موردش مردم، دلشون میخواد جواب از گوگوش بگیرن، اینه که چرا گوگوش سیاسی نیست؟ من از روزی که روزنامه سلام در اومد، من روزنامه خون شدم. یعنی هر روز روزنامه هایی که در می اومد و هی توقیف می شد پشت سرم فلهی، همه اونا رو می خوندم، نویسنده ها رو باهاشون آشنا بودم. خب مسائل سیاسی همش توی این روزنامه ها بود، اما اون تاندانس سیاسی بودن رو ندارم. ولی خب خیلی معتقدن اگه گوگوش پا جلو بذاره، یه بیانیه بده، یه حرفی بزنه، یه حرکتی یا جنبشی رو شروع بکنه، حتی در حد فقط برای خاطر زناف یا فقط برای خاطر مثلا مسئله حتی مثلا محیط زیست، یه چیز اینجوری، یعنی یه استندی رو بگیره، یه جایی وایسه و بگه که من طرفدار اینم و دلم میخواد که مردم برن این کار رو بکنن با هم، بیه من جلو میفتم شما دنبال من، یه همچین انتظاری دارم. اولا این توانایی میخواد، توانایی گفتاری، رفتاری و پنداری. من تو زمینه سیاست هیچی نمیدونم. یعنی این جلوی چیز یک نقابه و ور میدارن، اون پشتی چیز دیگه است و من اهل این نقاب نیستم. صدمه خوردی از سیاست؟ خیلی. سالها پیش یه ترانه‌ای خوندم، من همون ایرانم. بعد از اون اتفاق کشتار 88 این ترانه رو رها نوشت. فرید زولاند قاب زد این شعر رو. چون اونم مثل من فکر میکرد که لازمه این شعر خونده بشه، این ترانه اجرا بشه. میگم یکی از ترانه های شاهکار. کلام آخر گوگوش. کلام آخر گوگوش خوشبخته تا زمانی که این عشق رو از مردم میگیرم و تا زمانی که هنوز کلم کار میکنه آدم خوشبختیم و دور و اطرافم کسایی که هستن دوستایی مثل خودت نازنین و کسایی که دارن منو توی پرقو نگه داشتن احساس خوشبختی میکنم. فاقه آتشین از گوگوش راضیه؟ امروز بله. امروز بله؟ امروز بله. سلام ها رو بهش میرسونی؟ حتما چیونه؟ عزیز مرسی از تو. به سلامتی. سفر میکنم بدون وحشت از دوباره ها. سفر میکنم با کوله باری از گذشته ها. نگاه میکنم تا شاید از ششم بباره عشق.
میخواست همون مؤمن بمونم، همونی که یه روزی قبله ای داشت، همونی که تو باغ اعتقادش گلاشو از سر آشدی میکاش. دلم میخواست همون مؤمن بمونم، نمیدیدم شبای بی فروغو، یا شاید دست کم سفر میکنم به سوی لحظه های زندگی، مرور میکنم خاطراتمو، میرم تو کوچه های بچگی، صدات میکنم صدات میکنم تا شاید همون مؤمن بمونم، نمیدیدم شبای بی فروغ، یا شاید دست کم